و خبری از کشور ایران اینکه تخمین باهری مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر با ابراز نگرانی از تاثیر تبلیغات اقواگرانه و غیرواقعی درباره گل اعلام کرد که این ماده روانگردان حاصل تلفیق دو گونه از گیاه شاهدانه و دارای ماده مؤثر چهار الا پنج برابر قلیستر از ماریجوانا برگ و گل گیاه شاهدانه است و برخلاف باور عمومی علاوه بر اینکه یک درصد اعتیاد آور است در هر نوبت مصرف هم تأثیرات مخرب روانی و جسمی بیشتری در مقایسه با ماریجوانا دارد باهری با با ارائه گزارشی در کنگره ملی دانش اعتیاد که پایان شهریور ماه امسال برگزار شد با اشاره به نتایج تحقیقات تحقیقات دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم ملل متحد UNDOC درباره آخرین آمار جهانی مصرف مشتاقات گیاهان شاهدانه اعلام کرد در سال 2021 تعداد کل مصرف کنندگان مواد در دنیا 296 میلیون نفر بوده که از این تعداد 219 میلیون نفر کانابیس انواع مشتقات گیاه شاهدانه مصرف کرده بودند و تعداد مصرف کنندگان کانابیس به فاصله یک سال سال 2020 تا سال 2021 10 میلیون نفر افزایش یافته است. بازار عرضه و تقاضای گل در ایران تابع موج جهانی بوده و از اوایل دهه 1390 به دنبال اولین کشفیات گل در کشور و تا امروز اعداد و گزارش های رسمی روند رو به رشد مصرف این ماده روانگردان در ایران را تأکید کرده است تابستان 1396 و پس از هشدار رئیس پلیس وقت مبارزه با مواد مخدر درباره افزایش کشفیات گل و در حالی که افزایش میزان کشفیات هر نوع از مواد اعتیادآور به معنای افزایش مصرف هم هست معاون سازمان بهزیست، بهزیستی کشور با ارائه نتایج آخرین پیمایش ملی شو شناسی اعتیاد در جمعیت 15 تا 46 سال ایران که در سال 1395 انجام شده بود اعلام کرد 14.8 درصد از مصرف کنندگان گل دانشجویان و 3.7 و درصد دانش آموزان هستند. در جمعیت معتادان هم هشیش و گل با فراوانی چهار و چهار دهم درصد در رتبه دوم و بعد از تریاک است آقای امید فراغر روزنامه‌نگار از تهران با ما هستند سلام وقتتون بخیر درود و ادب و احترام به بینندگان تلویزیون امام حسین علیه السلام آماده پاسخگویی به سوالاتتون هستم علت گسترش گرایش به مصرف مواد روانگردان در ایران به ویژه در میان دانش آموزان دانشجویان چه چیزهایی می تواند باشد مواد روانگردان هم در واقع که جز آنفتامین ها هستند، جز هم مواد مخدر محسوب میشن من قبل از اینکه بخوام به صورت دقیق پاسخ به سوالتون رو بدم ابتدا میخوام که یه تعریفی از نشعگی و خماری داشته باشم که خیلی رایجه توی جامعه اینا همش بحث سطح انرژیه هر کسی که سطح انرژیش بالا باشه بهش در اصطلاح میگن نشعه است و هر کسی هم که سطح انرژیش پایین باشه بهش میگن خماره همه ماها هم به نوعی این سطح انرژی بالا پایین شدنش رو تجربه کردیم یک خبر خوب یک اتفاق خوب سطح انرژی رو میبره بالا و به اصطلاح دچار نشیگی میشیم یک واقعی بد یک خبر بد مثل همین فوت آرمیتا گراوند انسان رو خمار میکنه یعنی ناراحت میکنه بنابراین نشیگی و خماری یه چیزیه که همه تجربهش کردن اینو دارم به این دلیل میگم که بتونیم کمک کنیم این آسیب ها رو بتونیم بهش کمک کنیم اصلش هم مشکلات اقتصادی فرق فضای بسته سیاسی و انواع و اقسام گرفتاریهایی که در جامعه ما هست باعث شده که سطح انرژی مخصوصا جوان ها پایین باشه همه ناامیدن کسی که ناامیده سطح انرژیش پایینه برای اینکه انسان تو سطح انرژی پایین نمیتونه تصمیم بگیره نمیتونه حرکت کنه برای اینکه سطح انرژیش بالا بره ناخداغا با مشاوره های بد مواد روانگردان یا مخدر مصرف میکنن که به اصطلاح سطح انرژیشون بره بالا و بتونن یک تصمیماتی در زندگیشون بگیرن حداقلش اینه که با سطح بالا بردن سطح انرژیشون امیدوار بشن به زندگی بله جناب فراغت بر اساس تحقیقات و مطالعاتی که داشتید چه اثرهای مخربی این دسته از مواد بر روی سلامتی مردم به ویژه جوانان داره ما از قدیم الایام شنیدیم که عقل سالم در بدن سالمه من اینطور مثال میزنم این موضوع رو که روح و جسم دو مقوله بسیار مهمی هستند که ما درون روح و جسم اون داریم زندگی میکنیم از اصطلاح سوار و سوارکار استفاده میکنم سوارکار هر چقدر ماهر باشه جوان ما هر چقدر ماهر باشن وقتی که بر اثر مصرف مواد روانگردان یا مخدر جسمشون متلاشی کردن متلاشی کنن مثل یه اسب لنگه هر هم که سوارکار ماهری باشیم نمیتونیم اون اسب رو حرکت در بیاریم به سوی اهدافمون بریم و اینا بسیار مسئله مهمه وقتی که جسم و روح متلاشی بشه بر اثر مصرف مواد مخدر که از تعادل خارج میشیم وقتی که خارج بشیم هر اتفاقی و هر آثار مخربی رو در اجتماع میذاریم حتی افرادی که دچار بیماری اعتیاد میشن توسط سیاسیون مورد سوء استفاده قرار میگیرن من یه مثالی میزنم تو یکی از انتخابات،, انتخابات که در جمهوری اسلامی برگزار شده بود یکی از کاندیداها یعنی نزدیکان یکی از کاندیدا به افراد معتاد پول جنسشون میداد که مثلا به این شخص رأی بدن و یا در همین شهر خودمون پس فرزندی بود که مادرش رو به خاطر اینکه پول نتونست از مادرش دریافت کنه مادر رو کشت در اون همون لحظاتی بود که خمار بود و اینا واقعیت هایی که ما تو جامعه داریم میبینیم من این دو مثال رو زدم که دیگه بقیه موارد خود بینندگان بدونن که چه آثار مخربی رو تو جامعه میذاره برای بینندگان ما بفرمایید که چه راهکارهایی برای پیشگیری از ابتلا به این گونه مواد مخدر و آگاه سازی مردم به ویژه جوانان از عواقب سوء اعتیاد به آنها میتوان ارائه داد من سه موضوع آموزش تفکر و تجربه رو بسیار بسیار مهم میدونم و اسمش هم گذاشتم مثلث دانایی هر کسی که بتونه آموزش ببینه از تو مدارس مخصوصا اگر شروع بشه خیلی بسیار بسیار مهمه و اینکه اندیشه کنه تفکر داشته باشه چرایی من برای چی میخوام مواد مصرف کنم اگر پاسخش مشخص باشه خیلی اتفاقات میفته تجربه هم آنچه که در دیگران تا حالا مصرف مواد روانگردان داشتن یا مواد مخدر نوع زندگیشون نوع تصمیماتشون نوع روابطشون با خودشون با همسرشون با اجتماع با پدر مادر میتونه مشخص کنه ولی نکته مهمتر اون چی که تو جمهوری اسلامی تا به الان موفق بوده خود انجی مردمی بودن یعنی یه فرد معتاد میتونه یه فرد معتاد رو درمان کنه البته به جای معتاد دیگه الان میگن بیمار واقعا بیماریه این بیماری رو خود بیمارانی که دوچارش بودن میتونن درمان کنن تا به الان هم موفق بودن امیدوارم جمهوری اسلامی این فضاها رو فراهم کنه چون کسی که خودش تا به حال سیگار نکشته مواد مخدری مصرف کرد نکرده اطلاعی نداره که چه حالتهایی پدید میاد کسی که از نشگیش داره لذت میبره هر چه قدم یک آدم سالم بیاد بگه نکش این آثار رو داره اون آدم متوجه نمیشه چون داره لذتشون میچشه ممنونم از شما آقای امید فراغت بجرد. از سهرام ما همراه بودن